در پی تهیه نامه‌ای توسط تعدادی از فعالان سیاسی از گروه‌های مختلف خطاب به مسئولان عالی رتبه نظام سرلشکر جعفری فرمانده سپاه با بیان این موضوع که آنها معمور بودند جریان فکری مقابل جریان اسلامی را بزرگترین مانع پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در داخل کشور دانست او خاطر نشان کرد اینها با آمریکا و دشمن مردم همراهی کردند جعفری همچنین با اشاره به توانمندی سپاه برای افزایش برد موشک ها با برد 2000 کیلومتر گفت فعلا سیاستی برای افزایش برد موشک ها وجود ندارد وی همچنین تاکید کرد سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست بلکه در همه عرصه های اجتماعی فعال است و از ابتدا هم همینطور بوده است فرمانده سپاه با بیان این موضوع که ایران نیازمند مجاهدت در همه عرصه های اجتماعی است، تطبیق علوم انسانی مورد نیاز کشور با علوم اسلامی را از جمله اولویت ها دانست. جعفری همچنین فقدان عدالت اجتماعی، عدم رشد اخلاق در جامعه و مشکلات اقتصادی معیشتی مردم را معضل کشور دانست که باید برای رسیدن به آنها کار شود. چند روز قبل تعدادی از فعالان سیاسی از گروه های مختلف سیاسی با ارسال نامهای به مقام های عالی رتبه نظام درخواست کرده بودند که با توجه به شرایط حساس کشور پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا را مطرح کنند. این در حالی است که بعضی از کارشناسان این اقدام را ناشی از آمادگی دولت برای مذاکره با آمریکا عنوان کردند و معتقدند که این اقدام گرچه به ظاهر توسط شخصیت های سیاسی ولی به واقع برای امکان سنجی فضای عمومی جامعه در این خصوص عنوان شده است. گروه های سیاسی تندرو در ایران همباره با مذاکره با آمریکا مخالفت می کند. در پی رسانه ای شدن موضوع ویلای لواسان سرلشکر فیروزآبادی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح و اعتراض به وی در این خصوص که او با وجود صدور دستور تخلیه این ویلا را تخلیه نکرده است فیروزآبادی با صدور اطلاعی و ضمن ارائه سند ویلای لواسان در هنگام تحویل اظهار داشت تا کنون هیچ گونه حکمی برای تخلیه این مکان چه حکم ولایی قانونی یا قضایی دریافت نکرده است. وی در این اطلاعیه گفته است محل در زمان تحویل یک ساختمان مخروبه با حدود چهار اتاق معمولی بوده است. فیروزآبادی همچنین تاکید کرده است این مکان برای 22 سال به عنوان دفتر فوق سری رئیس ستاد کل استفاده می شده است. این اظهارات در حالی عنوان می شود که وی دو سال است رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیست و قاعدتا نیازی هم به محلی برای انجام عملیات فوق سری ندارد. در همین حال اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز با بیان این موضوع که تا امروز از ناحیه نهادی که مالکیت قانونی ملک مسکور را داشته درخواستی مبنی بر تصرف یا خلعیت و منع تصرف نه به تهران و نه به حوزه قضایی لواسان واصل نشده است و در نتیجه از ناحیه دستگاه قضایی حکمی هم صادر نشده است وی در عین حال خاطر نشان کرد در ساعت دو و سی دقیقه روز سهشنبه 29 خرداد ماه دادخواستی از نهاد زیربط مبنی بر رفع تصرف به حوزه قضاییه لواسان واصل شده است وی اظهار داشت که هفته آینده به این موضوع رسیدگی خواهد شد گروهی به نام جنبش عدالتخواه دانشجویی که دارای روی کرده محافظ کار است، پیگیر بازگرداندن اموال عمومی که در تصرف مسئولین قرار دارد به بیت است. در حالی که وضعیت بازار همچنان آشفته است و بازار مسکن، خودرو و ارز با وجود التهاب شدید و نرخ‌های نجومی همچنان آشفته و بی‌سامان است، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری روز سهشنبه 29 خرداد ماه در برنامه گفتگوی ویژه خبری به مصوبات آخرین جلسه هیئت دولت در این خصوص اشاره کرد و اظهار داشت دولت باید برای نگرانی های مردم درباره گرانی های اخیر افقهای آینده را ترسیم کند. نهاوندیان همچنین با اشاره به اینکه نگرانی درباره عرضه کالا وجود ندارد اظهار داشت مشکل به بخش تقاضا مربوط می شود. به خاطر نشان کرد مردم به دنبال حفظ نقدینگی خود هستند. نهاوندیان همچنین با بیان این موضوع که کشور در عرضه و تولید داخلی و بدون احتساب نفت هم 6 درصد رشد داشته است گفت کشور در حوزه واردات هم افزایش داشته است. وی گفت بنابراین این بیتعادلی در بازار ناشی از احساس ذهنی است و احساس تبرمی سبب ایجاد تبرم می شود. معاون اقتصادی رئیس جمهوری با تفکیک رفتار مردم از صداگران اختلالگر در بازار تاکید کرد باید در برابر جنگ اقتصادی تدابیری اندیشیده شود. نهاوندیان همچنین ضمن تایید کمپین نخریدن علی کریمی آن را نشانه بالا رفتن سطح آگاهی مردم دانست و آن را از برخورد مهمتر دانست. وی افزود با وجود سامانه های اطلاع رسانی در کشور و ارائه اطلاعات درباره موجودی انبارها جایی برای نگرانی از نبود کالا و گرانی وجود ندارد. نهاوندیان همچنین سیاست های جدید ارزی را راهکاری برای مقابله با ایجاد اخلال در بازار توسط آمریکا اعلام کرد و به کسانی که مصارف معقول ارزی دارند گفت نگران تصمیمات جدید نباشند. وی همچنین همراهی مردم را عامل مهم برای به نتیجه رسیدن تصمیمات دانست و اظهار داشت با قدری صبوری مشکلات حل خواهد شد این اولین بار نیست که های دولتی التحاب بازار را به حباب و نیز فضای روانی بازار نسبت میدهند اما منتقدان میگویند که حتی اگر هم این افزایش قیمت روانی باشد اما تاثیر واقعی آن در بازار مشهود است و با توجه به سابقه مشابه در جامعه ایران حتی با وجود فروکش کردن التهاب روانی در بازار قیمت ها به موقعیت قبلی باز نمیگردند بنا به گفته تحلیلگران مقام های دولتی به جای رفع مشکل اقتصاد تنها به توضیح وضعیت بازار بسنده می کنند این اقدامی عجیب است و عجیب تران که موضوعاتی را مطرح می کنند که حتی نیاز به دانش پیچیدگی اقتصادی ندارد و مردم عادی هم می دانند که مشکل اصلی در آشفتگی بازار ناشی از بحران تقاضاست نه عرضه. علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که به منظور شرکت در نشست اسلو فروم در نروژ به سر میبرد با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل دیدار و گفتگو کرد دبیر کل سازمان ملل در این دیدار ضمن حمایت سریح از برجام به رایزنی های دو جانبه با کشورهای باقی در برجام جهت حفظ این توافق اشاره و تصریح کرد که برجام به حفظ آن نقش بسیار مؤثر و سازنده ای در امنیت جهانی و به خصوص حفظ رژیم منع اشاعه سلاح های ای داراست. صالحی نیز در این ملاقات ضمن مخرب دانستن سیاست های اخیر آمریکا در قبال برجام به سابقه رفتار مشابه این کشور در دوره های گذشته اشاره کرد و با ابراز تردید در مورد امکان حفظ برجام با شرایط موجود پیشنهادهای دریافتی از اتحادیه اروپا را برای انتظارات جمهوری اسلامی ایران کافی ندانست. وی با خطرناک توصیف کردن شرایط خابر میانه به اهمیت نقش ایران در منطقه اشاره و تاکید کرد که اگر روند به همین گونه پیش رود همه بازنده خواهند بود صالحی همچنین با یادآوری توانمندی های جمهوری اسلامی به ویژه در صحنه داخلی و منطقه‌ای سیاست آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی و بازگشت به دوران دنبال روی از سیاست های غیرسازنده این کشور را محکوم به شکست توصیف کرد. وی همچنین نتایج حاصل از برجام در حوزه های اقتصادی، بانکی و سرمایهگذاری را بسیار کمتر از حد انتظار توصیف کرد و خواهان حمایت سریح حامیان برجام از جمله سازمان ملل و کشورهای اروپایی از این توافق و مقابله با سیاست ترامپ شد. دبیر کل سازمان ملل در این ملاقات انتظارات سیاسی و اقتصادی ایران از اتحادیه ای اروپا را قابل درک دانست و قرار شد در نزدیکترین فرصت بار دیگر خواهان جدیت طرفهای باقیمانده در برجام نسبت به برآورده کردن انتظارات ایران شود به نظر می رسد جمهوری اسلامی به بحرانی دچار شده که نمی تواند از برجام خارج شود زیرا هزینه های آن بسیار سنگین است و ایران را با بحران های مضاعفی روبرو خواهد کرد و از سوی دیگر اگر تحریم ها نیز ادامه یابد ممکن است جریان های رادیکال نظام را تحت فشار قرار دهند که به سمت غنی گسترده حرکت کند. اعتراض به احکام سنگین قضایی دانشجویان همچنان در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ادامه دارد. آنها در پی حضور و همراهی تعدادی از استادان دانشکده علوم اجتماعی و قول مساعد دانشکده برای پیگیری وضعیت دانشجویان اعتصاب امتحان خود را شکستند. اما همچنان در اعتراض به این احکام خواستار حضور و ملاقات با وزیر علوم یا نماینده رسمی وی در دانشگاه و پیگیری وضعیت محکومین هستند. آنها یک روز به وزیر علوم فرصت دادند که خود او یا نماینده رسمی وی در جمع دانشجویان حاضر شود و درباره وضعیت پرونده محکومین اعلام موضع کند. در همین حال رئیس دادگستری تهران اظهار داشت که دادگستری بر اساس موضوع اتهام و عنوان مجرمانه به جرم رسیدگی می کند. نه اینکه شخصی که عمل مجرمانه از او سرزده چه ویژگی اجتماعی دارد. وی همچنین با بیان این موضوع که تعدادی از افراد در اختشاشات دیماه سال گذشته علیه امنیت و آسایش عمومی اقدام کردند و اقدام به تخریب اماکن عمومی نمودند اظهار داشت، تعدادی از بازداشتها به صدور حکم منجر شده و تعدادی هم در مرحله دادرسی قرار دارد. وی تاکید کرد این احکام قطعی نشدند و برای تجدید نظرخواهی فرستاده شده و هم احتمال براعت و هم تحمیل مجازات وجود دارد. اسماعیلی همچنین با بیان این موضوع که تجدید نظرخواهی محکومان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و عملکرد آنها پس از آزادی تا زمان تجدید نظرخواهی نیز میتواند قرینه ای باشد که آیا این افراد از کرده خود پشیمان هستند یا نه گفت رأی نهایی پس از تجدید نظرخواهی مشخص خواهد شد اظهارات رئیس دادگستری تهران در خصوص شرکت این افراد در اعتراضات اخیر در حالی عنوان می شود که برخی از آنها در این اعتراضات شرکت نداشتند پیش از این به هنگام دستگیری عنوان شده بود که این دانشجویان برای پیشگیری دستگیر شدند در این حال بنا به اظهارات غیررسمی برخی از افراد دارای گرایشات چپ هستند که بنا به گفته برخی از تحلیلگران در واکنش غذایی نسبت به این افراد بی تاثیر نبوده است. به گزارش رویترز، مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا و نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، عصر سهشنبه 29 خرداد ماه با قرائت یک بیانیه مطبوعاتی، تصمیم دولت دانلد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا را در خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کردند. هیلی گفت که شورای حقوق بشر سازمان ملل نیازمند تغییر واقعی است و پومپئو نیز گفت که شورای حقوق بشر سازمان ملل در تحقق اهدافش شکست خورد. آمریکا دلیل اقدام خود را با متهم کردن شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به اعمال تبعیض علیه اسرائیل خروج خود از این شورا را اعلام کرد. اقدامی که از دید فعالان پیشبرد حقوق بشر را در سراسر جهان بیش از پیش دشوار می‌سازد. بلا فاصله پس از اعلام خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل، نماینده اسرائیل در سازمان ملل از این اقدام آمریکا استقبال کرد. آنتونیا گوترش دبیر کل سازمان ملل نیز از این اقدام آمریکا ابراز تأسف کرد خروج ایالات متحده از این شورا جدیدترین مورد از سرپیچی دولت آمریکا از توافقات بینالمللی پس از خروج دولت ترامپ از توافق آب و هوایی پاریس و توافق هسته‌ای برجام خواهد بود دانلد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای آمریکا از رویکرد سختگیرانه مهاجرتی این کشور و جدا کردن کودکان از والدین در مرزها دفاع کرد. آقای ترامپ با تاکید بر وفای خود به وعده انتخاباتیش مبنی بر توقف مهاجرت غیرقانونی به ایالات متحده گفت از آنجا که نمی شود بچه ها را با همراهان بزرگسالشان به زندان فرستاد مجبوریم کودکان را از بزرگترها جدا کنیم. دانلد ترامپ با اشاره به حمایت گسترده بخش اعظم شهروندان آمریکایی از سختگیری بیشتر در مسئله مهاجرت از هم هایش که در کنگره اکثریت را در دست دارند خواست تا به سرعت به لایحه اصلاح قوانین مهاجرت و ساخت دیوار در مرز با مکزیک رای دهند وی همچنین از ورود مهاجران غیرقانونی از مرز مکزیک به خاک آمریکا انتقاد کرد و گفت مکزیک هیچ کاری در زمینه مهاجران برای آمریکا انجام نمی دهد. بدون مرز و کنترل مرزی کشوری نخواهیم داشت. گفته می شود انتشار تصاویر گریان و صدای زجه کودکانی که از والدینشان جدا شدند انتقاد گسترده ایران را نه تنها در میان مخالفان سیاسی دانالد ترامپ بلکه در حزب جمهوری خواهم در پی داشته است. محرم اینجه نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه و مهمترین رقیب اردوغان در این رقابتها ها روز گذشته در سخنرانی خود در جمع هوادارانش گفت اگر به ریاست جمهوری انتخاب شوم به دمشق می روم بر روابط سیاسی با سوریه را از سر می گیرم او طی پرده برداری از برنامه صد روزه خود پس از انتخابات به عنوان رئیس جمهور ترکیه گفت در نخستین هفته و در صد روز بعد از انتخابات وضعیت العاده را در کشور لغو کرده و استقلال را به ساختار بانک مرکزی باز خواهم گرداند محرم اینجا با بیان اینکه لیاقت و شایسته سالاری اساس مدیریت کشور خواهد بود گفت با گروه های تروریستی مثل پیکاکا داعش و گلن به شکل جدی مبارزه خواهم کرد او همچنین گفت بلافاصله پس از انتخاب به دمشق سفیر زام خواهم کرد و روابط را با سوریه عادی خواهیم کرد و تمامیت ارزی سوریه اساس سیاست ما خواهد بود محرم اینجا صلح را پروژه اصلی خود در ترکیه و منطقه اعلام کرد و گفت در راستای برقراری و حفظ صلح تلاش خواهم کرد این نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که جدیترین رقیب اردوغان به شمار می رود اعلام کرد من به دنبال قاضیانی مستقل عادل و بیطرف هستم که وقتی رئیس جمهور وارد سالن شد به پای او برنخیزند و به او تعظیم نکنند در سوی دیگر سزایلی تملی رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق ها در اظهاراتی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری ترکیه گفت همگی با هم از نامزد نامزد اپوزیسیون در دور دوم انتخابات حمایت خواهیم کرد این نامزد فرقی نخواهد کرد دمیرتاش باشد یا محرم اینجا او گفت در ترکیه کسانی که خواستار دموکراسی و صلح هستند و میخواهند رژیم فردی از کشور حذف شود با یکدیگر متحد شدند ما حد نصاب را آتش خواهیم زد و شما خواهید رفت اکثریت در پارلمان از آن ما خواهد شد و همگی با هم از نامزد اپوزیسیون در دور دوم انتخابات حمایت خواهیم کرد چه محرم اینجا باشد و یاچه صلاح الدین دمیر اما دورتر از خبرهای انتخاباتی در ترکیه مولو چاووشوغلو وزیر خارجه این کشور گفته مبارزه با تروریزم در شمال سوریه ادامه دارد و پس از آزادسازی منبج نوبت سایر شهرها هم فرا میرسد او با تاکید بر قاطعیت آنکارا در مبارزه با تروریزم در شمال سوریه از ورود نظامیان ترکیه به منبج در سوریه در روز گذشته خبر داد و گفت با انجام عملیات نظامی سپر فراد و شاخه زیتون باطلاق تروریست داعش حزب کارگران کردستان ترکیه و یگانهای مدافع خلق سوریه را خوش کردیم و امروز نیز با زبان دیپلماسی باطلاق آنها را در منبج خوش خواهیم کرد او گفت منبج از آن منبجی هاست و به گروه های پکاکا و یپیه تعلق ندارد